حمید نوذری، سازمان دهنده و همچنین مشارکت کننده در اعتراضات، کمپین ها و برنامه های سیاسی در خارج کشور و همچنین فعال در حوزه پناهندگی، بحث خودش رو با موضوع مقاومت در خارج از کشور برای شما ارائه خواهد کرد. ممنونم، روز بخیر. یه کمی سخته بعد از این گزارش تکون دهنده و واقعا، ولی خب سعی میکنم. یک مقدمه این که بسیاری از شما با این موضوع آشنایید که بعد از جمهوری اسلامی به اصطلاح مهاجرت، تبعید و فرار به اصطلاح در افعادی صورت گرفته که برای بسیاری یگان هست، یعنی بسیاری در تاریخ‌نامه ها این مهاجرت و خروج و تبعید و فرار از کشور رو یگانه می‌دونن. من سعی می‌کنم توی دو سه تا دوره بندی این دوره‌ها رو با شما در میون بذارم. سعی می‌کنم توی این دوره بندی ها هم اشکال مقاومت در خارج از کشور رو یه جوری به یاد شما بیارم و هم این که به اصطلاح مضمون و محتوا و اونجوری که این مبارزین و کسایی که مقاومت میکردن چجوری خودشون رو تعریف میکردن تا امروز، و این یه زمینه ای باشه برای یه تبادل نظری که ببینیم شما مثلا رو چجوری ببینید. ابتدا میخوام خیلی کوتاه به دوره پیش از خرداد 60 که خیلی کم بهش توجه میشه در خارج از کشور توجه شما رو جلب کنم. تا اونجایی که من توش بودم و من در اشتخالت داشتم، دو حوزه رو به نظر من در بر میگیره. یکی در حوزه های من همینجور اسمشو میدارم مدنی فرهنگی، که قسمت اعظمش برمیگشت به مقاومت زنان از پس از اگر اشتباه نکنم تیر و مرداد 1359 که یواش یواش سفارت خونه های یا کنسولگری های ایران در خارج از کشور از زنان میخواستن که با حجاب اسلامی وارد سفارت بشن، و یک عرصه دیگرش مسائل هنری فرهنگی اینها بود که توی ایران به شدت داشت محدود میشد و تو خارج از کشور در بین یک عده یک سری مقاومت رو برای این حوزه به وجود آورده بود. فعالین و اکتورهای این بیشتر زنان و زنان متشکل در نهادهای خودجوش بودن. به این خاطر اینو اشاره میکنم که یک عرصه دیگه هم ما در این مدت در خارج از کشور داشتیم و اون مقاومت سیاسی خیلی جدی بود بر علیه ناملایمت‌هایی که توی ایران که اوج خودش رو پس از مسائل کردستان، آمدن مادر ناهید به بلن و مراسم‌های خیلی زیادی که از بلن و شهرهای دیگه برای اون سازماندهی شد، و یکی در آخر سال 58 بعد از ترور رهبران خلق ترکمن و اشغالگری دو هفته سفارت به اصطلاح نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای دیگه این مقاومت جانانه انجام شد. مضمون دومی بلا استثنا مقاومت و سازماندهی از طرف سازمانهای سیاسی و فعالین اونها بودن. اصولا در این دوره و تا یک چند سال پس از این فعالیت‌های سیاسی، مقاومت‌ها و افشاگری‌های سیاسی به وسیله اون موقع ما میگفتیم سازمان‌های هوادار، دانشجویان و کسایی که خارج از کشور بودن، ولی اصولاً در یکی از بخش‌های هواداری سازمان‌های سیاسی که بجز مجاهدین خلق تقریباً بقیه در طیف چپ قرار می‌گرفتن انجام می‌شد. در بسیاری از عرصه‌ها این مقاومت همراه بود. به عنوان مثال ما در برلین چیزی داشتیم به نام کمیته هماهنگی و بسیاری از اونها در بلند در چرام با این به این صورت و بعد جاها با همکاری با سازمان مجاهدین تا سال 60 انجام شد. این یک حوزه مقاومت خیلی خیلی جدی بود. بدون اقرار برلین غربی اون موقع نقش جدی در این رابطه بازی میکرد، چه در رابطه با مسائل کردستان و چه در رابطه با مسائل ترکمنستان. پس از خرداد 60 اتفاق دیگری افتاد. باید به چند مسئله اشاره بکنم که برسم به مضمون مقاومت در خارج از کشور.
اولا در اون دوره اشاره شد مبارزه واقعا برای مرگ و زندگی بود، یعنی وسطی وجود نداشت برای مبارزه سیاسی در ایران. بعد از مدت نچندان طولانی بسیاری از سازمان‌های سیاسی ایران ضربه خوردن، ضربات خیلی جدی خوردن، بسیاری مجبور شدن خود رو منحل بکنن و نتیجه این بود که خروج سیاسی یه بی سابقه یا کم سابقه ای در تاریخ سیاسی ایران اتفاق افتاد و اون حضور و اون خروج و تبعید هزاران فعال سیاسی و کادرهای سیاسی و هواداران و فعالین این سازمان‌های سیاسی از طریق مختلف به خارج از کشور. من بیشتر گزارشی می‌بینم در رابطه با اروپا و آمریکاست، ولی یک بخش جدی ببینید در رابطه با سازمان‌های چپ یک مقاومت جدی در منطقه مرزی کردستان و مناطق آزادشده کردستان تا سالها ادامه داشت. من چون که اونجا نبودم ولی دوستان و رفقای زیادی اینجا هستن که تجربه بلاواسطه دارن، این بخش جدی از مقاومت به ویژه سازمان‌های چپ در بین سالهای 60 تا 67 که امیدوارم تو این بخش این بخش رو کامل بکنم، بخشی از جدی از این مقاومت در منطقه مرزی انجام میشه. اینو به این خاطر میگم یک کمی پرووکان، چون که الان تزهایی هست که به اصطلاح اون دوره رو درست نمیدونن، اون کارا رو درست نمیدونن، یک جوری پوان دادن به دولت عراق میدونن و یک نقدی میکنن. من از این لحاظ فقط تیتوار میگم که اینجا مورد نقد قرار بگیره و مورد بررسی قرار بگیره که آیا اون جنبه از مقاومت رو هنوز بچه‌ها رفقایی که اینجا هستن اینها چجوری ارزیابی میکنن. مسئله دیگه‌ای که میخوام در رابطه با خارج از کشور مطرح کنم محتوای این مقاومت. در بین سالهای 60 تا چند سال بعد از اون این مقاومت به وضوح تعرضی، رادیکال و حمله به پایگاه‌ها و به اصطلاح پایگاه‌ها و نمایندگی‌های رژیم در خارج از کشور بود. در این دورانی که بیشترین سفارتگیری ها، اشغال نمایندگی های ایران در حوزه‌های مختلف، به اصطلاح راحت نداشتن مراسم های رسمی و نیروی رسمی که از طرف رژیم و مقامات اون انجام می‌گرفت، با مقاومت جدی فعالین سیاسی در خارج از کشور و افشاگری علی اون انجام می‌شد و اگر اشتباه نکنم در این دوره هم اکتورهای اصلی این مقاومت هواداران سازمان‌های سیاسی در خارج از کشور بودند. درسته که در انشعابات زیادی در بین سالهای 60 تا 65 تا 66 در سازمان‌های سیاسی به وجود آمد، ولی اصولاً این هوادارهایی که جدا می‌شدن باز هم به یک نحوی خودش رو یا بخشی از اون سازمان می‌دونستن یا به یک اسمی از مبارزه سیاسی و از مقاومت دست برنداشته بودن و این به اشکال مختلف توی خارج از کشور خودش رو نشون میده. این مقاومت در جنبه سیاسی افشاگرانه و تعرضی نبود. یک موج جدیدی از نگاه به خود در عرصه نظری و اسمشو من اینجا میذارم مقاومت نظری در بین فعالین سیاسی در خارج از کشور وجود اومد. اگر نگاهی به نشریات نظری تئوریک و نشریاتی که یک مقداری منتقدانه به خودشون نگاه میکنن، شاید بین سالهای 61 62 تا 65 66 در خارج از کشور یکی از پرمحتواترین و پربارترین دوره‌های بازنگری به ویژه در جناح چپ و نیروهای رادیکال مخالف نظام در این دوره باشه. نشریات زیادی با اسامی مختلف در اومدن که نشوندنده جدی از مقاومت نظری بر علیه اون چیزیه که در ایران میگذره و همچنین نگاه به گذشته خودشون. محتوای این کار بیشتر مسئله زنان، نگاه به خشونت، مسئله زندان، آزادی‌های سیاسی، برابری‌های جنسیتی و اینها به اصطلاح یک بازنگری خیلی جدی در این عرصه ها، در این نشریات و در فعالیت های سیاسی اجتماعی و مدنی به اصطلاح قابل دیدن هست. با وجود تمام انشعابات، با وجود تمام مصائبی که سر سازمان های سیاسی و افراد فعال سیاسی در آمد، در این دوره این افراد خودشون رو به وضوح تبعیدی تعریف می کردن، خودشون رو برانداز معرفی می‌کردن،
خودشون رو مخالف جدی ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران نشون میدادن و حرکت‌های سیاسی اینها این محتوا رو به وضوح و اشکال مختلف در خودش داشت. جای شک و شبهه‌ای در رابطه با این محتواها با هر گروهی، انشعابی و با هر نوع مبارزی که اینها می‌کردن این مسائل واقعاً قابل به وضوح قابل تشخیص بود. شاید بتونیم یه نمونه خیلی زیبای شناسانه اون رو در مقاله کم نظیر زندگیات غلام حسین ساعدی در اگر اشتباه نکنم در الفبای 2 یا 3 در رابطه با مثلا تعریف تبعیدی و مهاجر میشه نگاه کرد که چگونه از هویت تبعیدی و فرار ناخواسته و فرار اجباری بر اون پایه میتونه یکی از آثار ادبی و نوشتاری به نظرم کم نظیر دهه 60 که کوتاه پیش از مرگش به چاپ رسید. میرسیم یواش یواش به حوزه تغییر این گفتار از بعد از کشتار 67، از پایان جنگ ایران و عراق و اینها کم کم این نوع مقاومت، این نوع ارزش و این نوع تعریف کردن از خود در خارج از کشور تغییر پیدا میکنه. نگاه به تعاملات توی رژیم، دقیق تر شدن وزن آرمان‌خواهی در بین فعالین سیاسی، به وجود اومدن یک روحیه اصلاح طلبانه، مسالمت جویانه که بلافاصله در سیاست خودش رو به حمایت از جنایی معتدل اصلاح یا به اصطلاح یک کمی نرم‌تر در رژیم نسبت به جناح دیگه یواش یواش در خارج از کشور جای خودش رو پاک کرد. ولی این یک ضربه جدی خورد. همزمان با این یک سری در خارج از کشور ترور سیستماتیک رهبران اپوزیسیون شروع شد. اگر جدا از چیزهای تک تکی، از 1989 در بیان با ترور قاسملو، 90 پاریس، 91 ژنو، 92 میکونوس، 93 روم و بعد یکی دو جای دیگه، یک فضای دیگه‌ای به وجود آمد که به ویژه پس از ترور میکونوس باعث شد که این فضای یک کمی تعامل باردیم تا یه حدودی خودش رو قایم بکنه، گم نشد قایم بکنه. من اینجا به وضوح وارد این مسئله ترورها و اثرات اونها توی زندگی خارج از کشور نمی‌پردازم. من یک کمی در رابطه با ترور میکونوس اطلاع و کار کردم. به نظرم اگر از استثنای میکونوس بگذاریم، مقاومت خارج از کشوری‌ها و تبعیدی‌ها در رابطه با ترورهای خارج از کشور بسیار ضعیف بوده، همگانی نبوده، همه جانبه نبوده و خیلی گروه گرایانه و سلکتیو به مسئله نگاه می‌کردن. میکونوس از معدود ترورهایی بود که یک همبستگی تبعیدی به معنای کلاسیک جریان به وجود آورد، بدون اینکه نیروها با هم یکی بشن، ولی یک شما میتونید اینجوری بگم به صورت یک جبهه مقاومت علیه ترور بهش نگاه کرد. اینو توی پرانتز میذارم که اگر سوالی چیزی بود و اینها، فقط خواستم بگم در این سالها یک کمی این مسئله گرایشش پایین‌تر شد. پس از انتخاب خاتمی مسئله به کلی برگشت. مسئله مقاومت، رویه سیاسی، تعریف‌های ارزشی و تعریف از مقاومت در خارج از کشور با تکون‌ها و با تغییرات بسیار جدی مواجه شد. شما به ویژه شاهد تبدیل یا رقیق‌تر شدن اون چیزی که مبارزه، سازش ناپذیری، نگفتنه یواش یواش به صورت یک ضد عطفی شد. در بسیاری از نیروهای خارج از کشور حمایت از مستقیم از ایران و خارج از ایران یواش یواش هر چیزی که سازش ناپذیری، مقاومت کامل، نگفتن به رژیم استبداد و ساختار این استبداد رو نگفتن بود، عملاً به یک نوع آوانتوریسم، رادیکالیسم کور، خشونت طلبی و و و به اصطلاح تبدیل شد. ادبیات جدی در خارج از کشور بر علیه این مفاهیم که در 10-15 سال اول تبعید تقریبا و
به صورت طبیعی پذیرفته شده بود و کسی لازم نبود زیاد براش به جنگه، به یک جنگ خیلی جدی مفهومی بین قشرهای مختلف تبعیدیان تبدیل شد. این یکی از تغییرات جدی بود که حدود 15 تا 16 سال پس از روی کار آمدن رژیم در زندگی سیاسی و اجتماعی تبعیدیان به وجود آمد. به ویژه در این رابطه ما شاهد رقیق‌تر شدن واژه تبعید و سنگین‌تر شدن واژه مهاجر در ادبیات تبعید و در ادبیات مقاومت شدیم. به وضوع کمتر کسی دیگه خودش رو تبعیدی به اون معنای ساعدی جریان و به اون معنای سالهای شست جریان خودش رو تعریف می‌کرد. عوامل زیادی هست، امیدوارم توی بحث‌ها به خاطر وقت من دیگه زیاد وارد جزئیات نمی‌شم. می‌خوام تیترها رو بگم که یک مقداری زمینه باشه برای تبادل نظر و تکمیل کردن همدیگه. چشم تموم می‌کنم، من تموم می‌کنم. یه بخش دیگه بیشتر نمونده. این مسئله از بعد از وقایع 88 دارای بعد جدیدی شد و رقیق‌تر شدن و سنگین‌تر شدن وزنه تبعیدی و مهاجر و اینها به یک عرصه دیگه هم تبدیل شد و با این قسمت می‌بندم این بحثمو. علاوه بر رقیق‌تر شدن و ضعیف‌تر شدن مفهوم مقاومت، تبعید و اینها، مفهوم فعال سیاسی و اکتیویست سیاسی نیز دچار تزلزل و دچار دست اندازی خیلی جدی شد. فعال سیاسی و اپوزیسیون یواش یواش تبدیل شد به متخصص، به روزنامه نگار و به کسانی که فعال جامعه مدنی هستند. یعنی به هیچ عنوان شما دیگه نمیتونی با یک نفر صحبت بکنی که چوب فعال سیاسی هستی، اپوزیسیون سیاسی هستی، ولی به خاطر مسائل حقوقی، شغلی و نوعی که به دنیا نگاه میکنه از یک چیزهایی تفره نره. این یک مسئله جدی بود که در گفتمان مقاومت در خارج از کشور به ویژه در 6 سال گذشته خودشون نشون داده. نکته دیگه به اصطلاح جا افتادن بعضی از گفتمانهای جدی رژیم در مقاومت خارج از کشور. دوباره بعد از چند سال گفتمان تقلبی ضد امپریالیستی، ضد جنگ و حق مسلم اتمی به گفتمان جدی بخشی از اپوزیسیون ایران، اپوزیسیونی که در دهه 60 کشوری به کشورش حمله کرده بود، جنگ رو دیده بود. هیچگاه در هیچ بخش اپوزیسیون رادیکال در سالهای بین 60 تا 67 شما نمیتونی سازمانی رو پیدا کنی که موافق جنگ ایران عراق بوده. هیچگاه هم نمیتونی شما سازمانی رو پیدا کنی که یک لحظه مخالفتش با رژیم جمهوری اسلامی ایران خدشه‌دار شده باشه. این مسئله در مقاومت، در تبعید در 5 سال گذشته به وضوح قابل دیدنه و به وضوح قابل روشن کردنه که چگونه برگرد جدی از بخش‌های مختلف اپوزیسیون گفتمان‌های جدی رژیم رو درمانی کردن. با این جمله می‌بندم که اگر در دهه 60 مقاومت توتال بود بر علیه رژیم و ساختار اون، در 15 سال گذشته و به ویژه در 6 سال گذشته این مقاومت رقیق شده، نسبی شده و مقاومت علیه ساختار رژیم به مقاومت علیه بخشی از رژیم در دفاع از، در پشتیبانی از بخشی دیگه اون متاسفانه تغییر پیدا کرده. ممنون. به سراغ بحث حمید میدیم. حالا دوستان میتونم تو پاسش و پاسخ بحث سیروس رو ادامه بدن. حمید راجع به مقاومت در خارج کشور صحبت کرد و بعدش از یک افولی در بخش آخر بحثش صحبت کرد که ظاهراً از نظر حمید این مقاومت در خارج کشور رو به افول بوده، یه سری دلایل براش برشمرد. من میخواستم از حمید بپرسم که آیا این افول، یعنی حمید بیشتر به دسته ها یا گروه ها یا موج ها فاز های مختلف این فعالیت در خارج کشور یا مقاومت در خارج کشور اشاره کرد. من میخواستم یکم یه سوال کلی تری بپرسم از همین. همینطور آقای فکر میکنی که درک و فهم فعالین خارج کشور از فعالیت در خارج کشور آیا دچار تغییر تحول شده و آیا این تغییر تحول در این افول نقش داره؟ مثلا
میدونیم که بعضی ها شاید از خارج کشور توی دوره‌های مختلف زمانی از عقب جبهه اسم میبرن، از این متافور استفاده میکنن. آیا این درکه چطور بود؟ حالا تو اون فاز اولی که تو بحثش رو مطرح کردی، و آیا تو تغییر تحولی در این درک میبینی که حالا ارتباطی به این افول داره یا نه؟ میخواستم تو این رو بیشتر باز بکنی. چشم. مهمه. واقعا تا اونجایی که یادمه و بقیه ازش سوء استفاده نکنم، مدت کمی هم نیست، همیشه ما این بحث رو داشتیم که آیا ما عقب جبهه‌ایم یا نه. بدون شک ما از نظر مکانی ویژگی خودمون رو داریم، یعنی یک فعال خارج از کشور با اون مناسبات بی‌واسطه‌ای که یک فعال داخل کشور هست دست و پنجه نرم نمی کنه و احساس و به اصطلاح رفلکسیون اونو نداره و حس مقاومت و حس جواب دادن فوری اون رو نداره، یک مقداری با فاصله است. این هم دارای هم میتونه نقاط ضعف خودش رو داشته باشه، هم نقاط قوت خودشه. اگر در اینه قبول میکنم که به اصطلاح جایگاه فیزیکی ما به عنوان خارج از کشور و عقبه این هست، موضوع اینه که اینو به اصطلاح چجوری تعریفش بکنیم، نه ازش به اصطلاح یک چیز کاملا سفید یا یک چیز سیاه بسازیم. چیزی که به شما برمیگرده تو سوال شما حد نهفته هست و به نظرم آیا این تغییر و رقیق شدن مواضع، آرمان‌ها، اصول، روش، احساس حتما بستگی به اون داره؟ من میگم نه. من میگم این بیشتر در فضای عمومیه، در کم شدن عنصر مقاومت، در خود رو به اجازه بدید این کلمه رو بگم، یک کمی راحت طلبی سیاسیه و به اصطلاح تا یه حدودی نگاه منتقدانه نکردن به اون اوضاعی که درش هست. من معتقدم که با از بین رفتن رادیکالیسم سیاسی و آرمانخواهی به ویژه در ایران، از یک طرف نبود یک تشکل جدی مخالف اصولی جمهوری اسلامی که دارای یک اصول جدی تعریف شده به اصطلاح سفتی باشه، از طرف دیگه دیروز راجع به فراموشی و تاریخ چیزای زیادی هست، من دیگه نمیخوام همه رو برم، تمام اینا دست به دست هم داده و یک تصویر غیر واقعی از زمانی که ما توش هستیم و از مبارزات ما داره به ما عقنه میشه. من به نظرم پذیرفتن اون یعنی پایان دادن به مقاومت. من معتقدم این مقاومت تو خارج از کشور رقیق شده و معتقدم که یکی از کارهای جدی ما اصلا من هیچ شوخی و فلان، یکی از کارهایی که من وقت میذارم یه همچین جلسه ای رو تو شرکت میکنم، سازماندهی میکنم، اینه که این حس مقاومت توی من نمیره، توی بلکه یه عده بفهمن که یک یه عده دیگه با یک افکار دیگه و یک سری آرمان‌های دیگه هم هستن. ما جد بیادیم جامعه خودمون رو به همه نمی‌خوایم حقنه بکنیم ولی از خودم هم من نمی‌گذرم و امیدم اینه که این حس از خودش نگذره و بگه که هست، جایگاهش رو مشخص بکنه، از اشتباهات خودش نگذره، خودزنی نکنه. من وارد جزئیات نشدم، اگر توی هیچ سازمان، من خودم از این طیف چپ میدونم، برید بعد از نشریات دهه 60 تا 65 رو نگاه بکنید، انتقاد از خود به وضوح با کمال صراحت میگم 60 70 80 90 درصد این نشریات بکراند چپ دارن. من به نظرم چپ در انتقاد از خود، نگاه کردن به گذشته خود و فلانده پیشروه تو این جامعه با تمام اشکالاتی که ما میتونیم بهش بگیریم. هیچ بخش جدی دیگری تو این جامعه اینجوری به خودش و گذشته خودش نگاه نکرده. من مفتخرم به این. چرا من باید به ادش کوتاه بیام؟ دلیل نداره من کوتاه بیام. من اونجایی که لازمه انتقادمو میکنم، دعوامو با تمام بچه، ولی اونجایی که لازم نیستم، من مدام این حس داره از بین میره، این حس مقاومت. موقعی که این از بین بره، تو ببخشید تو مجبور میشی آرمان خودت رو فدای واقعیت موجود بکنی، آرمان خودت رو فدای این بکنی که حتما موقعی که میبینی هیچ چیز نیست، حتما راضی بشی به این که از اعتدال دفاع بکنی یا از اصلاحات رو به اعتدال یا از این متخرفات دیگه. ببخشید. از حبیب در رابطه با
یکی از اون نکات چیزه مثلا کنفرانس برلین و این چیز بود و اون شکلی جنبش حالا سبز یا حرکت سبز هر چیزی که بزنیم و تأثیراتش اون فضایی که خودت توضیح میدید چون همش مدام گفتی 5 سال گذشته یعنی در واقع مثلا یه گروهی که از ماهایی که یه جنبش انقلابی اومدیم این بر کرد یه جنبش اصلاحات اومده بعد تأثیرش به این فضایی کردن پس ناشید میگم به رفقایی که تو پایل چه سبت پرسشی از حمید دارم به نظر بگه این مطور در بحث حمید غایب بود و اونی که بوجه یک از نگرانی های خودش نسبت به افول ایستادگی و معابط خارج صحبت میکنه و دیگر بسی هایی که بهش برشموردید اون نقطه غایب اینه که اونجایی که حرمت بازگشت به کشور شکسته میشه محصول شرایط معینیه در درون جامعه میکنه یعنی مثلا خیلی ها که ما میبینیم پیرامون و اصلا تایمی برلین یهو میبینیم موج بازگشت یا خود معروف ما میگه بیلید دو سر جیب آدم آقا هست شکسته میشه این محصول چه چیزیه؟ فقط در برلین نیست توی این باقر هست، تو فرانسه هست، توی این دار فلان هست یعنی این نکته ایه که تو بحث حمید غایبه و اونجا از نگرانی های خودش صحبت میکنه که خیلی چیزا ما به ایزا پیدا کرده نمیدونم مسابقات، اصلاحات، فلان اینو بایستی بگیم ما یعنی باید بگیم که خیلی از آدم هایی که توی یه دوره بغل ما بودن تو خیابان ها تو این طرف تو اون طرف رو در روی آشکار با نظم معین موجود توی جامعه رو سازمان دادن و مقاومت معنا داشته این وقتی یوهایی شکسته میشه و آدم ها میرن تو خودشون میشینه بعد میگن فلان دیگه پیدا نشد طرف رفته دیگه کسی که رفته دیگه بر نمیگرده یعنی حاضر نمیشه بیاد بغل حمید وایسته بغل پروان وایسته بغل سعید وایسته بغل بهرام وایسته و غیر ذالک این نکته رو بایستی ما تو بحث ما یه جای خاصی بشونیم و با بیزه هاشو برداشتیم من بدون مقدمه بگم قبل از اینکه این در چارچوب اتفاقا بحث تو هم هست یه نکته رو امیر تعیین کرد ولی واقعیت قضیه اینه که ما یه تقسیم بندی در واقع بین کسایی که کار سیاسی میکردن و اینا بعدن رفتن خارج از داخل ایران از زمانی که یادتون باشه رفسنجانی کنفرانسی گذاشته بود برای تو فرانکفورت برای بازگشت متخصصین به ایران از همون موقع سرسداش در اومد بعد بعضی از سازمان‌های سیاسی اطلاعیه داخلی دادن بعد بیرونی دادن گفتن که دیگه دوستان میتونن برگردن هیچ اتفاقی نمیفته براش این موج بازگشت شروع شد این یه بخش در واقع دو تا قسمته یه بخشش در حقیقت خود فعالین سیاسی که بخش اعظم شد تو فعالیت ها شرکت میکردن کنار ما بودن تو ارگانیزش ها شرکت نمیکردن حتی بعضی تو ارگانیزش شرکت میکردن بعد اینا وارد مثل وقتی رفتن داخل همین نکته مشخصی رو اشاره کرد دیگه نیومدن برای اینکه عکساشون گرفته میشد و پاسخگو باید میبودن خیلی طرف ولی یه چیز دیگه هم هست موج وسیع به اصطلاح جامعه ایرانی که به اسم تبعیدی اومدن منتها مهاجر بودن اینا رو ما نمیتونیم تبعیدی بگیم به خصوص از دهه مثلا سالهای 70 ایران به این بعد آروم آروم خیلی بیشتر مهاجرینی که به اسم سیاسی به خاطری که در چارچوب مثلا مسائل پناهندگی میتونستن وارد خارج از کشور بشن عملا موجشون زیادتر میشه و اتفاقا اونایی هم که داشتن میومدن از قبل ارگانیزه کرده بودن که کی برگردن چجوری برگردن چجوری پاس بگیرن یعنی من عملا مقاومت عمومی اجتماعی جامعه ایرانی در خارج از کشور من ندیدم یعنی اینو نمیشه به عنوان جامعه برای که به اعتقاد من بخش اعظمی از قشر متوسطی بودن که به هر حال توانایی اومدن به خارج از کشور داشتن و این قشر تنها به اصطلاح چیزی که داشتن تنها هدفی که داشتن همین برن داشته باشن اون بر یعنی صراحتی که در واقع تو بحث وجود داره مسئله اصلی در حقیقت من به نظرم یه مقدار تفکیک کردن بین گرایشات درون خود افراد و جریانات سیاسیه که چه جریاناتی امروز به مقاومت تکیه دارن و تاکید میکنن و چه جریان خیلی روشن باید بود حتی نام برد به طور مشخص از سازمانهای سیاسی مشخص نام برد و این موضوعی بود که در حقیقت تفکیکش شد با تشکر از همه سخنرانان این پنل به نکات جالبی اشاره شد و توی این صحبت ها آنچه که مشخصتر از همه بود مقاومت جمعی و متشکل بود آنچه که ماندگاره و آنچه که سازنده است
من با تعریفی که از خودم بخوام بکنم نمیدونم الان نمیتونم فعال داخل خارج باشم، ولی به عنوان یک تبعیدی که مقاومت رو از سال 63 شمسی تجربه کرده، بر اساس تجربیات خودم میتونم بگم که آنچه را که آن نسل رو از نسل‌های اکنون متمایز می‌کنه، مقاومت متشکلی بود که نتیجه بلاواسطه سازمان‌ها و تشکل و احزاب موجود در داخل بود. ما پیام آور مبارزات و تلاش آن سازمان‌هایی بودیم که در خارج کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کردیم. اگر توجه بکنید از مقطع 57 که من نبودم، از 63 به بعدش رو میتونم بگم، مقاومت تعرضی در مقطع کشتار زندانیان سیاسی، از مقطع سرکوب مبارزات کارگران و عرصه های دیگر رو ما به عنوان کسانی که متشکل بودیم، در واقع من نمیخوام اونهای مقاومت های خودجوشی را که وجود داشته باشن زیر سوال ببرم، سوء تفاهم نشه، ولی آنچه که سازنده بود، آنچه را که ارتباط ما رو با چپ رادیکال بین المللی در آلمان و در سایر کشورهای دیگه برقرار میکرد، وجود اون سازمان ها بود، وجود آن سازمان هایی که انعکاس دهنده مقاومت در داخل بودند که ما بر پایه اون مبارزه میکردیم. من یک نمونه کوچیک بگم رفقا، از زمانی که یک ساده سازمان سیاسی هم یک ساده تشکل فرهنگی کانون نویسندگان ایران، زمانی که هم اکنون، زمانی که فعالیت میکرد کانون نویسندگان ایران در تبعید قوی بود، زمانی که کانون نویسندگان ایران ضعیف شد، مورد تهاجم رژیم قرار گرفت، مقاومت این جریان بخش تبعیدیش هم ضعیف‌تر بود. با قوی شدنش می‌بینیم که این جریان داره خودشو بازسازی می‌کنه. بنابراین من می‌خوام نتیجه بگیرم که آنچه که مقاومت رو می‌سازه، مقاومت تشکیلاتیه، مقاومت متشکله، و تنها راه ما اینه که ما این مقاومت متشکل رو در واقع تقویت بکنیم. آنچه که این نسل رو میگیم مبارزش بند شدن به این جناح یا آن جناحه، اینه که آلترناتیو نداره، مقاومتش هم در نتیجه با سیاست روز روز رژیم و کارگزارانی که حافظه تاریخی ما رو میخوان از بین ببرن و حافظه تاریخی جدیدی برای این نسل بسازن داره میسازه. بنابراین باید اون مقاومت متشکل رو، مبارزه متشکل رو سازمان داد. خیلی ممنون. من سعی میکنم سوالا رو تو دو تا سوال جمع جورش کنم و جواب بدم. یکی نهایت 7 دقیقه وقت. چشم. آره. ببخشید. ببین سر کنفرانس برلین، جدا از این که نوع مقاومت به اعتراضی که شد که آدم اونو برخیاشو درست بدونه یا غلط بدونه، اینها من به نظرم یک مسئله در اون نوع مقاومت، یعنی اگر من از این جلوتر من به نظرم کنفرانس برلین یک کنفرانس معمولی به معنای این که بعضی وقتا 5-6 نفر رو دعوت میکنن و فلان و بهمان اینها نبود. کنفرانس برلین در برلین بعد از میکونوس اتفاق افتاده بود. یک، یعنی اگر کسی بخواد اینو فراموش بکنه و به یک کنفرانسی که هر دفعه هر کدوم از ما 70 تو دانشگاه میبینیم از ایران میاد، اینکه آدمش رفرمیست باشه فلان باشه، و یه فرق جدی داشت در این بود که میخواست زمینه مسافرت خاتمی به آلمان مهیا بشه، و دو اینکه برای اولین بار من به نظرم اینجا بود که مسئله مهمه، نشون بدن که اپوزیسیون هم با ما موافقه. و این سوا اون گرشت، این درست نبود، این محق نبود. بخشی از اپوزیسیون تحلیل پیدا کرده در دفاع از یک جناب و اون جناب به عنوان اپوزیسیون معرفی کردن درست نبود. من به نظر من این نقطه اعتراض درست بود و این نقطه مقاومت بود و باید از اون دفاع کرد. من میتونم با این شکل یا اون شکل مخالف باشم، ولی به نظر من این مقاومت در این رابطه درست بود. میرسم به مسائل بعدی، همه را سعی میکنم توی پاکت. حرمت با حرمت رفتن به ایران، بادگشت، اینها مسئله، من به نظرم همه اینا در اون کاتگوری آرمانداری. ببینید
کسی که برمیگرده ایران تصمیم خودش رو از نظر سیاسی گرفته. اصلا این نیست که ما بگیم آدم بدیه یا خوبیه یا فلان، نمیخواد دیگه زندگی سیاسی اونجوری بکنه، تا اونجا میشه باش کنار اومد. که موضوع اینه که اگر این، و ما اینو شاهد بودیم و اینجاست به نظر من، ما باید اونجایی که به نظر من مسئلت رو شد این بود که هنگام برگشتن که هیچ خبری نیست، کاری به کسی ندارن، اینجاست که ما میبایستی به عنوان مقاومت نشون بدیم که نه، معلومه کاری به کسی که بخواد زندگی سیاسی شو نکنه و بره راحت برگرده. جدا از این که من آمار جدی دارم، بحث دیگه ایه که واقعا تو 100 نفر 5 تا 6 نفر حتما میخوان سوالی جواب میکنن. آدمایی بودن که خیلی صادق بودن به من گزارش دادن، من اینا رو شبه سیاه روی سفید توی محل کار خودم دارم، غیر ممکنه که از همه نه ولی از کلی ها بگذرن. سعی میکنن فشارها تو دورهای مختلفی کم، اینا حوزه های دیگه است، من امیدوارم یک باری سر این مسائل صحبت کنیم، ولی اونجا به نظر من با مقاومت باید مواجه که رفتن من به ایران نشون دهنده اینه که اوضاع تغییر نکنه. اینجاست که باید جلوش ایستاد، اینجاست که ایستاد و گفت که نه اینجور نیست، آدم عادی معلومه باش کاری ندارم، تازه اگر اون مسئله بذاریم بکنن. این مسئله این درسته نادر جان، من یک مقداری به عنوان کسی که تو کار پناهندگی اینا سخت برام اینو مسئله صحبت کردن، من واقعا توی میگم دادگاهان که تصمیم میگن چه کسی پناهنده است، این که دلایل چه جور میارن میارن دیگه، ولی این درسته که از یک دوره‌ای به بعد پناهندگی در اروپا و به ویژه در آلمان به عنوان گرین کارت آمریکا بهش نگاه میشه، این درسته، به عنوان ابزاری برای اقامت. این به نظر من تا اونجایی که آدم ها سعی میکنن خودشون رو از مصائب اجتماعی و فلان و به امان اینها نجات بدن تا یه حدودی، ولی هنگامی که این بازگشت و این امروز پناهنده بودن فردا تقاضای پاسپورت ایرانی کردن، حرمت پناهندگی و جدی بودن پناهنده سیاسی و جدی بودن تبعید رو بخواد زیر سوال ببره، این مسئله برگشت به ایران به نظر من اونجاست که باید با مقاومت جدی ما مواجه بشه. نمیشه تو همه عرصه ها به مانند یک مسئله سیاسی خیلی حاد به آدم ها برخورد کرد، این تو تجربه شخصی منه، ولی به نظر من اونجایی که جالب، اونجایی که حرمت ها و ارزش ها داره زیر سوال میره نباید گذشت کرد. این روش پیشنهادی منه برای این مبارزه و میبندم صحبت رو. به نظرم میلا مسئله مهمی رو مطرح میکنه و اینی که رویه جدی توی ایران، و اینجا برمیگرده به سوال اول تو اشکان جان که ما تا چه حدی تابع ایرانیمونه. درسته میلا به درستی میگه که مسئله جدی تو ایران باشه ما رو اکتیو تر میکنه، این کاملا درسته، ولی به نظر من ما هم دینامیسم خاص خودمون رو داریم. من در عرصه، ببینید بچه ها، من اینو بدون اقراق میگم، مسئله نگاه به لغو مجازات اعدام، مسئله شکنجه، آزادی های مدنی، نگاه های جنسیتی برای اولین بار از نظر نظری، اینا رو من میتونم سیاه روی سفید نشون بدم تو خارج از کشور مطرح. این نشوندنده اینه ما هم دینامیسم خاص خودمون رو داریم. این درسته که رفتن خانواده ها به خاوران یه قوت دیگه ای به ما میده، ولی الان شبهای 67 ما دینامیسم خودشو پیدا کرده، شما با همه ایران کلیا خوشحالن از این کاری که ما میکنیم، یعنی ما هم یه دینامیسم خاص خودشو داریم. یعنی که من مسئله رو اینجوری هم نگاه میکنم موقعی که میگم ما هم دارای چارچوب خودمون هستیم. خیلی ممنون.